درود به همه ماشین بازای عزیز. امروز میخوایم در مورد شوالیه سیاه صحبت کنیم و همین اول ویدیو باید گفت که ایشون ژاپنی هستن. سوپرا، بله درست شنیدید، سوپرا، و دارید تصویرش رو میبینید. یه چهره خیلی وحشتناک داره، شبیه به کروکودیل از نظر من، ولی خب نظر شما برام مهمه. اگه شبیه هر چیز دیگه است این پایین توی کامنت ها برام بنویسید. سوپرا 3-4 مدل داره، یعنی 3-4 نسل داره. سوپرا نسل 4 با موتور 1JZ و 2JZ. امروز میخوایم در مورد این نسل که یکی از قوی ترین و وحشتناک ترین نوع سوپرا هست با شما صحبت کنیم. سال 1993 توی کشور دوست همسایه ژاپن توی کارخونه موتوماچی اومدن و با الهام گرفتن از 3 نسل قبلی سوپرا و کروکودیل که این نظر منه، اومدن این ماشین رو تحویل دادن، یعنی سوپرا نسل 4 که یه قیافه وحشتناک داره. این کروکودیل خشن یا همون سوپرای خودمون 2 نوع موتور داره، 1JZ و 2JZ، که توی ادامه ویدیو بهش میپردازیم. اما یه قضیه ای که هست، خیلی از شما میپرسین طراح این کروکودیل یا همون سوپرای خودمون کی بوده؟ 2 نفر طراح داشته، یاگوچی و تزوسکی. این 2 نفر طراح و مکانیک خودرو بودن که حالا اومدن و با همکاری هم این ماشین و این کروکودیل رو ساختن. اما اگه بخوایم بریم سراغ بدنه ماشین، میگیم اتاقش یه اتاق کوپه هست و سادش هم همین میشه. اما بریم سراغ اصل مطلب و شیرین ترین مطلب، موتور این ماشین چی بوده. یه موتور 3000 6 سیلندر با کلی تکنولوژی، چپوندنشون تو 2 بلوک، حالا 1JZ و 2JZ، که حالا توی ادامه ویدیو در موردش صحبت میکنم. سوپرا نسل 4 3 نسخه داشته. اولین نسخهش نسخه 164 اسبی موتور 1JZ بوده و هیچ توربوی توی کار نبوده، یعنی موتور اتمسفر بوده و همجوری هوا خودش میکشیده و راه میرفت، حالا یه قدرتی هم میداده. توی نسخه دوم ما 2 موتور داشتیم، 1JZ و 2JZ. هر دوتای اینا توی این نسخه دومی وجود داشته، اما یه دونه توربو روی هر کدومش بوده. توی نسخه سومی که مهمترین نسخه هست، اومدن و موتور رو تو این توربو کردن و فقط موتور 2JZ اومده روی کار. اما 1JZ با 2JZ چه فرقی میکنه؟ موتور 1JZ استقامتش یکم پایین تر از 2JZ، اما موتور 2JZ مقاومت خیلی بالاتری داره، همین باعث شده توربو رو بهتر بتونه تحمل بکنه و خرابی کمتری داشته باشه. اما توی تمام اینا اومدن و حالا نسخه‌های تک توربو و توین توربو رو استفاده کردن، کدومش بهتر جواب داده؟ اما توی نسخه سوم همونطور که بهتون گفتم از یه نسخه اومدن استفاده کردن، از یه نسخه از موتور 2JZ، اسمش 2JZ GTE. این موتور با یه دونه توربو 276 اسب بخار و 431 نیوتن متر گشتاور درست کنه، اما توی نسخه تک توربو. توی نسخه توین توربو اومده قدرتش رو رسونده به 331 اسب بخار با 440 نیوتن متر گشتاور، که خیلی عدد بالاییه برای یه ماشینی که حالا بخواد توی شهر تردد کنه، کرکوپر همه رو میریزه. اما توی صحبتام اشاره کردم به کلی تکنولوژی که توی این موتور به کار رفته. در واقع میشه گفت سگجونترین موتور ژاپنیه که تا حالا دیده شده، مال شرکت تویتایه و این موتور 2JZ لعنتیه. تکنولوژی، اگه اون ویدیوی ویتک رو ندیدین، این بالا براتون میذارم، تکنولوژی ویتک یا همون VVTi یا شرکت تویتا، از سیستم ویتک یا همون VVTi اومدن استفاده کردن. زمان بندی متغیر سوپاپ داره، توی دورهای بالا بیشتر به کار میره. توربوهایی که اومدن استفاده کردن سایزهای خیلی بزرگی توشه و تقریبا بعضی هاشون هم که خیلی تقویت هستن موتور رو حجم زدن. تن
تنها وسیله‌ای که ما توی ایران از این موتور میاریم برای تقویت موتور زانتیا پیستون توجیزده. اما این قدرتی که داریم صحبت میکنیم روی چه نوع دیفرانسیلی سوار شده؟ ببینید به صورت کلی از نظر قوای محرکه هم بخوایم نگاه بکنیم 3 نسخه داره: محور جلو، محور عقب و 4 چرخ متحرک. اون سوپراهایی که در واقع سفارشی میشه گفت تولید شده 4 محور متحرکه و هر 4 تا چرخ همزمان به گردش در میاد، ولی قدرت موتورشون بیشتر از 300 خورده ای اسبه. اون نسخه هایی که چرخهای عقب اول به گردش در میاد اونا نسخه های محور عقبه، حالا بیشتر توی درک های مستقیم به کار میرن. نسخه های محور جلوش هم که همون 164 اسبی معمولیه. اما یه سری سوال ممکنه توی ذهن شما مطرح بشه: آیا تویوتا سوپرا وارد ایران شده تا به حال؟ تویوتا سوپرا نسل 4ش توی ایران نیست، خیلی کم اگه کسی آورده باشه به صورت غیرقانونیه، ولی خب نسلای 1 تا 3ش توی ایران هست با نام سیلیکا سوپرا، تقریبا شبیهشه ولی خب زیاد نه و اونچنان رخی نداره. قیمتش پرسیده بودین، قیمت سوپرا نسل 4 با موتور 2JZ و 1JZ چه قیمته؟ از 44000 دلار شروع میشه تا 100000 دلار. بستگی داره به نوع ماشین، مدل ماشین و توربو بودن، توربو نبودن و تو این توربو بودن. به صورت کلی قوی ترین موتوری که توی جهان دارن استفاده میکنن و فول ریس هست موتور 2JZ GTE، همون نسخه تو این توربو سوپرا. حالا اومدن فول ریسش کردن، 2000 اسب بخار این قدرت تولید داره میکنه و خیلی موتور گنگ و خفنیه. اما سوال مهمی که مطرح میشه، آیا سوپرا به صورت نو هم وجود داره یا همشون کار کردن و اوراق شدن؟ سال 2002 به خاطر قانونهای مزخرف محیط زیست و سازمان انرژی ژاپن سوپرا کلن رفت کنار و دیگه تولید نشد. میشه گفت این یکی از غم‌انگیزترین خبرهایی بود که توی ژاپن پیچیده بود. اما خب ناامید نشدن، یه سری گاراژ پیدا کردن که توش پر سوپرای نو و استفاده نشده است و همشون داره خاک میخوره، ولی خب صاحبشون مشخص نیست کیه. اما شرکت تویوتا ساخت سوپرا رو متوقف نکرد، اونا اومدن سوپرای جدید رو تولید کردن اما با یه موتور خیلی مسخره و آشغال، موتور BMW Z4. این موتور تقویتش کردن، 950 اسب بخار داده، حالا با تک توربو یا توین توربو. برای همین زیاد خواهان نداره و کسی طرفش نمیره و همه دنبال سوپرای نسل 4ن. اما با تمام این اطلاعاتی که به شما دادم چرا من عاشق این ماشینم؟ شما این ویدیو رو ببینید. این بکایی که داره میزنه، این پق و پوقی که داره میکنه، یکی از چیزاییه که واقعا یه ماشین باز بهش علاقه داره. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، لایک این ویدیو یادتون نره، به امید روزی که این ماشینا رو بتونیم توی ایران استفاده کنیم. خلاق و پر انرژی باشید.